قسم به این همه که در سرم مدام شده، قسم به من به همین شاهرت تمام شده، قسم به این شب و این شعرهای خط خطیم دوباره بر می گردم به شهر لعنتیم. به بحث علمی بی مزم در گوشت دوباره بر می گردم به امن آوشت. من چی میخونم؟ یه مجله هست، یه سری از مجله‌های زرد به زبان فارسی تو آلمان چاپ میشه. همین چیز دیگه در مورد مثلا کنسرت های پاپون ها و مواد موبر و مثلا مخصوص زیر بغل و مجرات چاقی و کباب و رستوران و این چیز هایی که مورد علاقه ایران هست مثلا توضیح داده میشه. اینجا نوشته مثلا چهارشنبه ها با حالی پلو با مایچه پرواز به تهران ما که میتونه استفاده کنیم. قسمت هم مثلا همیشه هست در مورد ایران باستان که ما قبلا چی بودیم. خیلی هم برای من خیلی جالبه، مثلا تبلیغات وسیع میشه برای مواد تقویت کننده جنسی، مثلا نمیدونم کمربندهای لاغری، یه چیزی که به هر حال خیلی استفاده داره. خیلی خوب فرهنگی نمیشه زنده میبمونم تو دردام، عالم بده و تنم با غرزام توی اتاق بی پنجره خالیه که تاریکی مطلق محضه حالیه که هنوز وحشی قاطی بی مغزم هیجان دارم و جوری میزنه نبزم لختم مثل مهتابم تو شب هیجم و نعشم هیزم هست تا که نیستی هست کنی از رعشه هم ببینی که چه تو هزیانی میشه حرفم اونی که خونه لخته شده تو چشمم متبر من مارای رو دستم بدنم حل میشه تو دیوار حالم بده حالم بده انگار حالم بده حالم بده انگار حالم بده. عملا من تو ایران دارم زندگی میکنم. بعضی موقعا که میام بیرون میفهمم که چقدر تو ایرانم. 6 سال شده فکر کنم، من 2005 بیرون بودم. آره من مغزم تو ایرانم، من خودم هم تو ایرانم. من باید اینجوری بهت بگم، من تو اتاقم دارم زندگی میکنم تا بیشتر تو آلمان. حالا مثلا مهاجرت برای من این بود که من از تو اتاقم، از تو یه شهر کوچیک توی شمال ایران اومدم تو یه شهر بزرگ در قلب اروپا، ولی بازم در واقع اتاقمون عوض شد. اتفاق خاص بیشتری نیفتاده، یعنی اگه به غیر از این بود من نمیتونستم این کاری که الان دارم انجام میدم انجام بدم. من توی مراقبه هستم در واقع به قول عرفا، و خیلی مراقب هستم که از اون چیزی که مثلا تو ایران بودم، از اون شرایط خاص خودم خارج نشم. بنویس که چطور شکوندن، بنویس از اونا کرفتن و موندن، بنویس از اونایی که دست باد جند بی طرف امریشه هاش، بنویس که چطور شکوندن، بنویس از اونا کرفتن و موندن، بنویس از اونایی که دست باد جند بی طرف. من خیلی اینجا از این محیط یاد گرفتم، یعنی اگه مثلا دیدگاه من نسبت به یه مسئله عوض شد، حالا مشخصا مثلا در مورد مسئله زنان، من تو ایران خیلی سیستماتیک آدم ضد زنی بود بدون اینکه عملا کار ضد زن انجام بدم، اما تو مغزم یک آدم ضد زن بودم. اینو عملا من تو جامعه اروپایی یاد گرفتم که چنین چیزی نیست. جهانو به دو قسمت اگه تقسیم کنی، یه مرز باریکی وسطش ترسیم کنی، حکمن یه عده خوبن و بقیه بدن، چند رفیق تن و بقیه همه دشمنن، طرف تو همه صافن و لوتی و باومران، طرف دیگه اتمن پلیدن و هیولان، ولی دروغ وقتی بفهمی یه جنسن، دو طرف این وسط فقط تو رو بازی دادن. یعنی برای من خیلی سنگین بود اول ببینم مثلا یه خانومی کامیون اینجا برونه یا موتور سنگین سوارش، موتورسیکلت سنگین. در واقع به ما یه چیز اشتباهی رو یاد دادن، یا ما پسماندگی یک تفکر اشتباهی رو یاد گرفتیم و
باید اصلاح بشه در واقع. سیلیو شلاق میدی خانم، تا کی میخوای به مردا باج بدی خانم؟ مثل وطن شدی همدم ولگردا، تقدیر تو دست توی واسه فردا. بوی زمین سوختمونو میدی خانم، تو هم از عرش به فرش رسیدی که خانم. ما که از مردی مردیم لاغل تو زن باش، یکم از اونت غیرت تو ما هم بپاش. دوران کودکی من در واقع اگه قرار باشه که اسمش کودکی بذارم، من کاملا یه بچه عادی و بازیگوش کوچه های خاکی بودم. من از یه خانواده خیلی متوسط که پدرم فوت شده بود، یه مادر به هر حال مسن و خانواده پر جمعیت، که خب من کوچکترین عضو این خانواده بودم و هیچ اتفاقی در رابطه با مسائل فرهنگی تو این خانواده نبود. فکر میکنم از 13-14 سالگی که من حرفه‌ای قرآن رو شروع کردم، باز هم در این زمینه من هیچ شباهتی به خانواده‌ام نداشتم، چون خانواده من به هیچ عنوان مذهبی نبودن و مذهب خاصی با مذهب نداشتن، جز اون لایه موجود تو قشر وسیع مثلا ایران تو همون اندازه. فکر میکنم از 15-16 سالگی که من شعر رو دیگه شروع کرده بودم، دوچار یک پارادوکسی شده بودم توی فضای شعر و اون فضای ذهنی مذهبی که داشتم. این اتفاق تا 17-18 سالگی طول میکشه و بعد اون قسمت ادبی و شعری کار پیروز میشه به اون قسمت از مذهبی من. دیگه بعد از اون من عملا قاطی ادبیات میشم. تو شهر ما انزلی هم از همون دوره مثلا 16 سالگی من تو جمع های ادبی میرفتم، تو انجمن های شعر، و به این صورت من رشد کردم. دیگه بعد از این فاصله من با خانواده و به نوعی با اون اجتماع غالب بیشتر میشه و تا سن 24 سالگی که دیگه نقطه اون مرز بریدگی من بود دیگه. به بوسه های تو در خواب احتمالی من، به فیلم های ندیده و مبل خالی من، به لذت رؤیایت که بر تن کفیم، به خستگی تو از حرف های فلسفیم. واقعیتش اینه که کسی مثل عزیز نسیم به شکل خارق‌العاده رو نوجوانی من تأثیر گذاشت. بعد از اون شاید واقعا 16-17 سالم بود با صادق هدایت، غلام حسین ساعدی. تو شعر اگه قرار باشه اسم ببرم، از سهراب شروع کردم، بعد فروغ رو خیلی دوست داشتم، بعد اخوان ثالث رو خیلی دوست داشتم، و بعد که با شاملو کلا درگیر شدم کلا از همه اینا بدم اومد. من باید در مورد یک کسی شعر میگفتم که نمیخواستم ازش بت بسازم، اما خب طبیعیه که من دوستش داشتم. شاملو رو به عنوان یک شخصیت دوستش داشتم، ولی خب خیلی جا هم باش موافق نبودم. یه مرد که واژه مرد رو سفید کرد، یه مرد که مرگ واسه انسان بعید کرد، یه دشت بود که کوه پیشش زان زد، یه مرد به شکل اسطوره‌ای هر درد، خط بطلانی بود روی تز سقوط عشق، اون تموم واژه ها رو دوباره تعبیر کرد. جدای از این احمد شاملو رو به عنوان یک انسان که هیچ وقت خم نشده بود، طبیعی که علاقه خاصی بهش داشتم و با این آهنگ در واقع یک ابراز علاقه بود. چشاش رو مرگ علاقه ها نبست نشست، اما وقتی که پاشو زدن نشست، اون خم نشد تو اوج و ایستاده مرد، از خورش درگاه زحاکی نخورد. پدر تو تکثیر یه درد دوباری، پدر تو معنی زندگی شاعرانی، پدر تو خشم کوچه ای که تو مشت، پدر تو شاعر نسلی هستی که پشت. کارای فلاح رو خیلی دوست داشتم، بهزاد خاجات بود، سید علی صالحی همیشه کاراشو دوست داشتم. دیگه کیا رو اسم ببرم؟ من شعر الان خیلی کم میخونم، ولی الان رمان مثلا میخونم. از طرفداران کارای جوز ساراماگو هستم، یا میلان کندرا، یا خدمت در شبت که دکتروف مثلا. نگاه ها عوض شده، طبیعیه نگاه ها عوض شده، ولی من هرچی بیشتر کار غربی گوش کردم، ناخودآگاه اون قصرهای موسیقی من توی حداقل موسیقی فارسی به هم ریخت. این تو بخش فارسیش. من الان دیگه مثل 23-24 سالگیم
هیچ وقت نیروانا رو نمیتونم گوش بدم، اصلا گوش نمیکنم. یا متالیکا رو من دیگه الان حداقل واقعا دیگه نمیتونم گوش بکنم. یا نمیدونم، خیلی از گروهای متال مثلا نگاه ها عوض شده، طبیعیه، نگاه ها عوض شده. وقتی توی و بغض تنز و تنز بغضالو، وقتی توی و یک گله عالم مردود، وقتی توی و توبه و شعرهای دست به عصا، وقتی توی و فکر شاشیدن به این دنیا، وقتی که زن من و دختر تو و مادر شما یعنی داف، وقتی که رب غی شد از گلوی حلمپن الاف. محیط برای من وحشتناک خفه کننده بود. پرده های سینما رو می دیدم واقعا گریم می گرفت. شده بود چند بار مثلا برم توی سینمایی و فیلمی ببینم و داد بزنم، نعره بزنم، مثلا سینما بزنم بیام بیرون. وقتی که سینما کارگردانش با تومدار بود، سینما نبود، سیرک بود، پر از هدیه و گلزار بود. دیگه فضایی برای نفس کشیدن شخص من وجود نداشت. یه جوری احساس میکنم به من داره بی‌احترامی میشه، ولی نمیدونستم دقیقا چی کار میخوام بکنم. اینجور نبود که هدفمند حالا تصمیم بگیرم و بگم خب من مثلا از اینجا برم. فکر میکردم که اگر چیزی باشم باید اینجا مثلا به خاطر اون چیزی که بهش معتقد هستم یا قرار انجام بدم جونم من از دست بدم و باید باشم. ولی اتفاق افتاد، خیلی میگم حادثه، اتفاق افتاد و بعد فکر کردم که بله کار درستی کردم. در واقع اونجا به یک نابودی شخصی داشتم میرسیدم، با اینکه اینجا هم هیچ تضمینی برای این خود ویرانگری نیست، ولی اونجا خیلی با سرعت بیشتری انجام میشد. وای کشته ما رو شخصیتتون، وای کشته ما رو تربیتتون، وای کشته ما رو غیر کمرتون، شما نسبتی داری با مایکل جکسون، وای کشته ما رو شخصیتتون، دکتر شما شیشه هشتتو گوش کن. ما نه فقط تو موسیقی، ما کلن توهم زدیم. ما فکر میکنیم خیلی گنده ایم، ما فکر میکنیم خیلی تاریخ داریم، ما فکر میکنیم خیلی بلدیم، ما فکر میکنیم خیلی باحالیم. و بعد وقتی میای اینجا من فکر میکنم خیلی کمک میکنه، یه سیلی اول خب بهت زده میشه، میگم نه اصلا اینجوری نیست. 90% ناسا ایرانی نیستن، اروپایی هم اگه جو ایرانی ها نباشن اینجور نیست که اینجا گشنگی بکشن. یه پلاک مثلا انقدی میندازن تو گردنشون که تثبیت بکنن ما هویتمون چیه، داستانمون چیه، در صورتی که نیازی نیست. اینها اگه بهشون یاد داده میشد که بحث شما بحث انسانه، دیگه لازم نبود پرچم و پلاک و اینا به خودشون آویزون بکنن. بحث انسانه، انسانم با هر رنگی باشه، با هر از هر نژادی باشه، فقط و فقط تنها زمانی محترمی که اون فاکتورهای انسان بودن رو داشته باشه. این اتفاق بله در مورد موسیقی هم به همین ترتیبه دیگه. شما میاد اینجا رپرها رو میبینید، هر کسی میبینید آمریکا نیویورک مطمئنا خودت دیدی که تو خیابون همینجور دارن رپ میکنن میخونن. ما در نهایت در ابتدای امر اگه زیاد دوچار توهم باشیم اینجا یه سیلی میخوریم، یه سیلی فرهنگی میخوریم، بعد میتونیم آروم بشیم و یاد بگیریم. نه اشتباه نکنین، یه شعر عاشقونه نیست، تصور کن یه مرد و با چشمای خیس. نمیخوام نباید تو شعرم به تو جسارت کنم، نباید حس عشق و تعبیر به اسارت کنم. شکسته میرم امشب با اون، خدا نگهدارت، اگرچه میشکنه اون دل سبز و سپیدار. واسه من که پنجره ی آرزوی مبهم بود، ولی تو پنجره باش تموم دیوار. ببخش منو اگه بوی زخم چرکینم و زجه های کبودم میشه موجب آزارت. دیگه صدای گریه که بی وقتم نمیشکنه سکوت سرد و پر از انبساط افکارت. مجیز تو رو میگن، تو که بی لب زاده شده بودی ستمگر. هرچی دست تو حسرت دامن توه، تو آخرین جوابی واسه یه خواست بی سمر. تعبیر یه خوابی که تو ذهن خسته است، اون آخرین در نجاتی که همیشه بسته است. توی تکرار خسته ای که فقط یک بار، وحدت اون دردایی هستی که بی شمار. در واقع این ماجرت نمیتونم وارد ریز ماجراش بشم، ولی خب در نهایت اومدم آلمان، با یک گروهی اینجا آشنا شدم، رفتم به عنوان بیسیست توشون بیس بزنم. از بین اون گروه چند نفر با من همراه شدن، یه گروهی درست کردیم، یه آلبوم حتی منتشر کردیم. آلبوم ناموفق بود، اصلا چیزی که من میخواستم نبود. در نهایت
من به تنهایی به راه هم ادامه دادم. تپش من خیلی بعداً باهاش آشنا شدم. تپش 2012 فکر میکنم سال 2000 و اواخر 2007 بود. ما با هم دیگه آشنا شدیم. اونها یه پروژه‌ای داشتن که به هر حال این امکانو میداد که ما با هم همکاری بکنیم. بعد ما یه 3-4 تا کار رو با هم دیگه ضبط کردیم در یه روز و تصمیم گرفتیم یکی از این کارا رو بدیم بیرون. کارو دادیم منتشر کردیم. اون کارم اسمش ما مرد نیستیم بود. اون دختری که پردش رو دوخته و اون که پول نداشت و آفی سوخته مثل مادرم با اون زندگی زوری زنی که خلاصه شده تو مادم و خوری کسی فال نتونست ببینه بدنشو کسی از سر نتونست بگیره رو سریشو میگو بعد مرگ میبرن شهرنم میگو فالم از سر ما آفیسون میکنم. ما مرد نیستیم در ابتدای غزل مثنوی بود، شبیه آن دختری که پردش را دوخت و اون که پول نداشت در آتش سوخت شبیه مادرم. بعد من تا یه جایی نوشته بودم این کارو، هیچ ربطی به موسیقی در واقع نداشت. بعد دیدم نمیره جلو. ادامش اینو محاورش کردم، با زبان محاوره رو بیت خوندمش. رفت. باید تو زری بخوره بمیر نفس نکش، عکس هیچ پرنده ای رو بیت نفس نکش. زنی که همیشه یه سایه اونو میپای، عروسکی که مرد به عرشک باش میخواد. تو بوگ سیلی و شلاغ میره. در رابطه با آلبومایی که به اسم من منتشر شده، هر سه تاش هم در واقع تو آلمان منتشر کردیم، ما اولین مجموعه ای که ما منتشر کردیم ما مرد نیستیم بود که چند تا ترکش اول اومد بیرون، بعد ما اینو به صورت مجموعه یا آلبوم منتشرش کردیم. سال 2009 من آلبوم ایلوزیون رو شروع کردم. انگلیسی میشه ایلوژن در واقع. معنی تحت لفظش باید توهم بگیم. سر این آلبوم داستانهای خوبی برای من اتفاق نیفتاد. به هر حال خوشایند نبود برای من. سال 2010 آلبوم سال خون رو منتشر کردیم و این آلبوم در واقع دو سه تا پروژه رو در خودش داشت. یه پروژه این بود که ما از یه اطلاعیه دادیم و از رپرهای جوان، خواننده‌های جوان ایرانی داخل ایران یا خارج که صداشون کمتر شنیده شده بود و ولی با استعداد بودن، کاراشون خوب بود، خواستیم که کاراشون رو برام بفرستن و ما از میان اینها چند تا کار انتخاب کردیم و در نهایت نوید زردی که الان با من کار میکنه از میان همین جوان ها انتخاب شد. روند پپولار شدن آهنگی مثل چیز، فکر بکنم ما ایرانی ها این زبان دو پهلو رو دوست داریم. چیز این کلمه در واقع خب هر نوع معنی میده. تو این شعرم هر چیزی که شما تصورشو بکنی از خدا گرفته تا فلان شخص به عنوان چیز آورده شده تو کار. این خودش جلب توجه میکرد. چیزی که من میخوام بگم یه چیز دیگه است، چیز داره توش ولی قاطی با چیزای دیگه است. فرق من و تو اینه تو چیز نداری و من اسم تو رو از لیست چیز دارا خط زدم. تو که مدرک دکتراتم چیزیه، اگه تو اینجور چیزی پس دیگه چیز چیه؟ این حق هر بنی بشره چیز بخواد، یه جور چیز چیز میکنی که چیزم میاد. چیه مگه چیز ترس داره نکنه شما، چیزتون توفیر داره با چیز ما. چرا یکی چوب دو سر چیز بشه این وسط، چرا چون چیز نمیدم به چیزت بدم. تو که چیزی واسه چیز ما نذاشتی که امو برو برو همون چیزتو بکش، چیز نگو برو برو همون چیزتو بکش، چیز نگو. امو اگه چیز بده چیز چیز بده، یکم از اون چیز بده بده به ما یه ذره. امو اگه چیز بده چیز چیز بده، یکم از اون چیز بده بده به ما یه ذره. ما آخر خطیم یه زبان رک و بی پرده داره که اونجا من نیستم. من اونجا شدم یه جوونه مثلا توی خیابون
که داره در واقع خطاب به یک سیستم یا یک قشر یا یک جهت فکری که یک جهت مثلا فکری محافظه‌کاره و خیلی اخلاق گرایه داره صحبت میکنه و در واقع میگه که تمام اون چیزهایی که اون نعمات یا تمام اون خوشیهایی که تو خودت برای خودت به طرق مختلف برای خود فراهم کردی و ما رو محروم میکنی از اون خوشیها. زبان دریده‌ای داره، زبان بی‌پرده‌ای داره، اما کارش به فحاشی نمیکشه. من اونجا در واقع روی این تکنیک داشتم بازی میکردم، استفاده از افعال فارسی با معانی مختلف. آجی تو میدونی چرا تل و کوکو بنگ شیشه مثل نقل و نبات دستمه؟ آجی من میدونم نسلمون چه تو داره نابود میشه، تو دیگه قلو غم نکن. میگی دیدید آمریکا باعث بدبختیمونه، دیدید موش تو مرد گرونه تقصیر اونه، میگی فقر و فحشا از امثال بوش، همه چی درست دست اجنبی تو شد، میگی هرچی اومد سرمون از استکباره، قارت شدیم عمری یعنی استعماره، زندگی نیستیم بردگی تو استثماره. آجی نه غربی نه شرقی فقط یه شعاره، اما من گشنم حق هستیم چیه، هنوز سند خونمون گروه واسه یه دیه، خر و اینجوری خر نمی کنن شرمی، هنوز صورت مسیلی های تو گرمی، تو که هم وطنی چه گولی به سرم زدی، همون چیزهایی هم که داشتم ازم گرفتی، جز این حس سرخوردگی چی به من دادی، که همه غوطه بخوریم تو لجن و پلیدی، تو میخواستی دین بدی دنیا رو گرفتی. حاجی بیرو در وایسی بگم حاجی واسه ما دیگه جا نماز آب نکش، حاجی ما آخر خطیم قوتتی. در مورد آهنگ امو کریس، در واقع خطاب به کریستی برگ و مشخصا گروه آریان، جدای از این که من این گروه سرود اصلا خوشم نمیاد ازشون و فکر میکنم یه توهین بود در واقع به حتی موسیقی پاپ ایران، اون یه داستان، یه حرکت خیلی زشتی بود این داستان کریستی برگ، که شما یک نفری رو که در واقع تو باغ نیست به قول خودمون، اصلا تو جریان نیست، اینو بلند کنی، انگار چشاشو ببندی، گوشاشو نگه داری، بلندش کنی، بیای وسط تهران، بعدم این آقا میکروفون بذاری جلوش، استفاده تبلیغاتی ازش بکنی، بگی تهران مثلا از لندن امتره، نمیدونم اینجا پلیس خیلی مهربونه، اینجا مردم همه خوشن، خیلی منو تحویل گرفتن، که چی؟ که شما یه گروه موسیقی ایرانی هستی و افتخار بزرگت اینه که با آقای کریستی برگ مثلا داری کار میکنی. بپرس چند نفر واسه هنر آواره شدن، چقدر از جوونا تو سری خوردن و بریدن، کریس به خودت بیا آخر عمری برات بده، یه روز میاد که از این کار میشی شرمنده، صفای این مردم سو استفاده نکن، کریس برگرد برو تو همون انگلیست بخون، اما کریس نخون تا هون داره، مهم اینه که فقط واسه پول توش داره، اما کریس نخون تا هون داره، مهم اینه که فقط واسه پول توش داره. یه کار داریم به نام انکار که اون شهریار عهدی کار کرده بود، یک کار راک که در واقع الهام گرفته از یکی از کارهای گروه نیروانا. همیشه اینجور بود که من اول باید موسیقی رو میشنیدم و بعد انقدر موسیقی رو مدام گوش میدادم و در واقع شعر رو مینوشتم، ترانه رو مینوشتم. اما تو کارهای دیگم چه پاپ، راک یا بعد مثلا نمونه کارهایی توی بلوز کار کردم، اینا همگی ترانه و موسیقی همه با هم اتفاق افتاده بود. یعنی به هیچ عنوان نمیتونم بگم که اول موسیقیشو نوشتم، یعنی آکوردار مثلا در آوردم، بعد هم واقعا با هم اتفاق افتاده، هیچ
تقدمی وجود نداشت، اما توی رپ اینجوری نبود. الان هم توی رپ اینجوریه که من بیت اولیه میسازم، بعد از اون یه ترانه اولیه خط داستانو میدونم مثلا چیه دیگه، میدونم در چه رابطه‌ای قرار این کار انجام بشه، بعد رو هارمونی کار انجام میدم، سازها رو موقع مثلا تو تنظیمات کار تغییرات ایجاد میکنم و اتمسفر مثلا بالا پایین شدنشو بر اساس ترانه تغییر میدم. شکست واسه منم خواب تو پشت من پوی سرم خنجر نام، بعد 6 سال سگی هنوز زخم تو قلب، بعد این همه سالم هنوز اون درد قبل، که مثل خوره میخوره روحم و تتاری، که مثل جغد کوری که تو کچه باری، که تو بمبست تنه تو قفه شدم، خاطی بودم و با تو فاطی که دفه شدم. من آرزو دارم که بخوابم و خواب من شاید خیلی یار بیدار خیلی فلسفی شد. خیلی. آرزوی من اینه که تو حداقل و دست کم باید بگم تو یه شرایطی پیش بیاد، حالا ما اگه دیدیم یا ندیدیم زیاد برای من مهم نیست، ولی یه جوری بشه که 20 سال دیگه اگه یه جوون 20 ساله ایرانی خواست موزیک بزنه، به خاطر موزیک، به خاطر شعر، به خاطر ادبیات بهش توهین نشه و علاوه بر اینکه توهین نشه تشویق بشه. Sachte, Harry.